سلام دوستان عزیز من، این 5 کیلو گوجه فرنگی درجه یک دارم. البته بایستی بگم که سس گوجه درست کردن تو این کشور نسبت به کشورهای گرم سیر که حرارت و آفتاب هست یک کمی فرق داره. این رو هم به خاطر این درست میکنم که یکی از دوستان خانمش تقاضا کرد که طرز تهیه این رو بهش یاد بدم. اولین کاری که میکنم اینها رو میشورم، بعد مرحله بعدش رو بهتون نشون میدم. بعد از شستن و خشک کردن تو این ظرف فر رو نگاه کنید، یه دونه کاغذ روغنی رو خیس کردم انداختم و همه اینها رو به پشت چیدم، ولی یه چهار گوش زدم روی این. این رو الان توی فر یه مقداری میپزم که این پوستاش رو بتونم بگیرمش. بعد از این که تقریبا نیم ساعتی رو درجه 180 درجه گذاشتم توی فر، این به این صورت یک کمی پخته و مقدار آبی که اینجا هست میبینید شاید 2 سانت آب داره که این آب رو من میگیرم ازش. بعد این پوستا رو یه کار میکنم جدا بشه، وقت بهتون نشون میدم، ولی آب رو اول بهتون نشون میدم چقدر آب گرفتم. این هم مقدار آبی هست که چون توی فر پخته شده اینقدر آب اومده بیرون. حساب کنید که اگر این روش رو انجام نمیدادم، به روش قدیم میخواستم انجام بدم، بایستی اینقدر بجوشه تا این آب از بین بره، بخار بشه. من الان پوستاش رو میتونم قشنگ جدا کنم. اینید به این صورت خیلی راحت پوستا رو میتونم ازش جدا کنم. پوستا رو جدا میکنم و یه کاری میکنم که این حسه ها رو بتونم جدا کنم و بعد نشونتون میدم. پوستای گوجه فرنگی رو کاملا گرفتم. الان گوجه فرنگی به این صورت در اومده. این پوستا رو گرفتم. اگر توجه کنید اون پوست نازک نیست. هنوز یه مقدار از این مواد توی این هست. برای که اینا رو هم بخوام استفاده کنم، اینها رو میندازم توی دستگاه میکسر با یک لیوان از اون آب خود گوجه فرنگی اینو میکسش میکنم، خوردش میکنم، از صافی ردش میکنم که اینها اون موادی که درش هنوز هست این کنده بشه. این همون پوستا هست که با یک لیوان از آب خود گوجه فرنگی من مخلوط کردم و این رو میکسش کردم. ببینید چقدر خوب. پس حالا این باید از صافی ردش کنم که این پوستای کوچیکی که توش هست اینها جدا بشه ازش. برای این کار من یه لیوان دیگه آبم به این اضافه میکنم، از آب همون گوجه فرنگی، بعد از صافی ردش میکنم. این سس رو با این غلظت میبینید، این مال همون پوست گوجه فرنگی است که با میکسر من مخلوط کردم با یک لیوان آب از خود گوجه فرنگی صافش کردم، این شد. و این هم توفاله این بخش از گوجه فرنگی است، یعنی تمام پوستا اینجاست. مرحله بعد این گوجه فرنگی هایی که من پوستشون گرفتم، ببینید اینا این هسته داره، این هستاش رو باید در بیارم. برای این کار راحت ترین کارش این هست که توی همین آب گوجه فرنگی من اینا رو یه اینجوری دست میزنم، یعنی برای که نمیخوام که آب دیگه به این اضافه بشه که خاصیتش از بین بره، چون بعدا این آب رو من صاف میکنم و باز استفاده میکنم. ببینید به این طریق این رو من قشنگ تمیزش میکنم که هسته نداشته بود. دوستان مرحله تخمگیری و پوستگیری تموم شد. این هر دوتا اینقدر اومد بیرون. این ظرف آب گوجه فرنگی هست که میشه برای کته گوجه فرنگی استفاده کرد و این هم موادی هست که ببینید این بایستی جوشیده بشه تا به اون غلظتی برسه که دوست داریم. در واقع الان این رو باید با حرارت کم بذارم، یواش یواش این آبش تبخیر بشه و درست بشه. البته من 2 قاشق نمک هم توی این میریزم.
خب دوستان، بعد از 6 ساعت که روی درجه حرارت خیلی کم این جوشیده، ببینید به این صورت در اومده. اگر بخوام سس درست کنم مثل سس کچاپ یا سس معمولی، باید همین الان اینو بذارمش کنار. برای سس کچاپ میتونم یک کمی شکر و یک کمی سرکه به این اضافه بکنم و بذارم دو تا قل بزنه، میشه سس کچاپ. ولی من میخوام این رو بکنمش روب به گرجه. روب همونی هست که اون املت قهوه خونه رو باش درست میکنن، یا برای خورشت قیمه مثلا توی روغن یک کمی سرخش میکنن و میریزن. پس باید سفت‌تر از این بشه. در کشورهای گرم سیری به همین حالت که رسید، شما میتونید این رو توی سینی های بزرگ پهن کنید، بذارید بر آفتاب یه روز یا دو روز که طول بکشه، این دیگه آماده هست. اینجا من دو تا راه دارم. آفتاب که البته نیست، میتونم اینو توی سینی فر بریزم، با درجه حرارت پایین توی فر بذارم که بمونه، اونم مدت زمان زیادی طول میکشه. ولی میتونم هم یه کاری بکنم، این رو بذارم که یه کمی آبش بره، بعد اون مواد رو باز یه کمی دیگه سرخش کنم یا بپزمش تا بشه رب. حالا همین کار رو انجام میدم، یعنی این رو من میذارمش توی سینی فر و میذارمش بیرون، چون هوا الان در ماه جولای هستیم بد نیست، هوا همچین سرد نیست، میشه بیرون توی آشپزخونه این رو درستش کرد. ولی هنوز میبینید یه کمی آبکی هست، یه کمی دیگه باید این رو بجوشونمش. مرحله پختن تموم شد و ببینید به چه غلظتی در اومده. الان این رو من داخل این ظرف گذاشتم و میتونم بذارمش برای آفتاب تا یه کمی این حرارت باعث بشه که یه کم دیگه آبش تبخیر بشه، یا اینکه میتونم بذارم توی فر با حرارت خیلی پایین ببینم چی میشه. ولی من همون، چون گفتم الان ماه جون هست، حرارت یه کمی نسبت به ماهای قبل بیشتر هست، توی آشپزخونه همینجا میذارمش. ولی روش رو یک دستمال کاغذی یا یک توری میکشم که حشره چیزی میزه که البته نیست، ولی اگر هست به وجود اومد اینجا روش نیاد بشینه. خب دوستان، همون گونه که میبینید این دستمال کاغذی رو من انداختم روی این رب به گرجه و حدوداً 3 روز اینجا توی آشپزخونه توی آفتاب پشت پنجره بود و همین دستمال کاغذم یه مقدار از آب این رو گرفت. کشورهای اروپایی حقیقتاً نمی صرفه شما این رب رو درست کنه، چون که انرژی خیلی گرون هست، حرارت هم که یعنی آفتابی نیست به اون صورت که بخوای درستش بکنی. ولی برای کشور ایران که آفتاب هست، خب این روش خیلی خوبی هست و ساده هست. امیدوارم شما هم اینو درست کنید، بخورید، لذت ببرید. سابسکرایب، کامنت و لایک رو یادتون نره. لطفاً ویدیوهای من رو با دوستانتم شیر کنید، شاید اونها هم دوست داشته باشن ببینن. با امید دیدار با یک برنامه جدید دیگه. خب دوستان عزیز من، این گرجه فرنگی شد، این رب گرجه. من الان این رو وزن کردم، نیم کیلو رب گرجه تحویل گرفتیم از 5 کیلو گرجه فرنگی. نوش جانتون.